سلام به همه شما رفقای بامرام و دوستان همیشگی موچکا. میگم بعد از اینکه اوزی گوش سرای قواشو کشید و گفت بتمرگید سر جاتونو اینقدر به هم دیگه جفتک پرونی نکنید، خبیثی اومد با گوشای آویزون اومد و گفت باشه غلط کردم، تا حالا دعوا میکردیم حالا دیگه نمی کنیم آقا. اون چه حضرت مصطفی علی امروز در خطبه های عید فطر فرمودید، ضرورت هماهنگی و همکاری مسئولان. من به مقتدای بصیرت آفرینمون اطمینان میدم که تلاش ما در قوا و در همه بخش ها همکاری، هماهنگی، همدلی، همافزایی و تلاش برای گره‌گشایی از زندگی مردم خواهد بود. تمام تلاش ما این خواهد بود که به هیچ عنوان گرفتار حاشیه ها نشویم. دبیا حاشیه کدومه بابا؟ شما الان تو متن بحران سرنگونی هستین، ببینین آدمای خودتون چی میگن. جمهوری اسلامی با بحران‌های عدیده مواجه شده و این تجربه حکمرانی 42 ساله نه به آبادی دنیای مردم انجامیده و نه به تحکیم دیانت مردم. این نظام و این مدل حکمرانی با مشکلات عدیده مواجهه، با بحران‌های جدی مواجهه که یکی از مهمترین این بحران‌ها یا اساساً مهمترین اون بحران مشروعیت هست. نظام جمهوری اسلامی به نظر ما دیگه امروز نه جمهوری است و نه اسلامی، و به نظر میرسه که راه حل مسئله در عبور از این شیوه حکمرانی است، در عبور از قانون اساسی موجود هست که نظام کنونی را به یک نظام استبدادی تمامیت‌خواه و سرکوبگر در واقع تبدیل کرده. ما گریزی از این نداریم که از این مدل حکمرانی عبور کنیم، از این نظام عبور کنیم. یارو رو باش ساعت خواب تازه فهمیدی که نظام با بحران مشروعیت مواجه بوده. یارو رو باش، یعنی تا قبلش هم جمهوری بود هم اسلامی. مدل حکمرانی تو سرتون بخوره، مردم میخوان کل نظامتون رو کله پا کنن، هر چقدر زور بزنید به جایی نمیرسین که نمیرسین. آره دفاع از ولایت مرد میدان میخواهد، زمانی که شیپور جنگ نواخته شود مرد از نامرد شناخته میشود، آنگاه که جنگ شروع میشود مردان مردند که وارد عرصه میشوند. در جایی که نیاز است همه دم از ولایت بزنیم، همه دفاع از ولایت کنیم، سینه خود را برای دفاع از امام المسلمین سپر کنیم. بابیلا ببینین کار به کجا کشیده که به دست و پای بسیجی ها افتاده که بیان برای دفاع از عظمای درب و داغون سینه سپر کنن. کدوم سپر؟ بذار اون روز که برسه معلوم خواهد شد که همه تون از دم نامرد هستین. اگه به دست مردم نیفتین با چمدونای پرپولتون فلنگ و بسید و الف فرار. مرحمت زیاد دوستان. با آقای موشکا